سلام، یه لحظه این فیلمو ببینید. به احتمال خیلی خیلی زیاد اگه کار فیلم برداری کرده باشین یک همچین چیزی رو توی کارهای خودتون دیدید. ما توی فیلم برداری به این میگیم افکت فلیکرینگ، یا بهتر بگم خطای فلیکرینگ. کل این ماجرا برمیگرده به سینک نبودن فریم ریت و سرعت شاتر دوربین با فرکانس و منبع نوری که داریم. بذارید بیشتر توضیح بدم. توی اروپا و بخش خیلی زیادی از آسیا فرکانس منابع برق شهری 50 هرتز و مال آمریکای شمالی 60 هرتزه. حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه اون منبع نوری که به این برق وصل میشه توی اروپا و آسیا 100 پالس در ثانیه داره و توی آمریکا 120 پالس در ثانیه. حالا اگه سرعت شاتر و فریم ریت دوربین شما دقیقاً با این فرکانس منطبق نباشه باعث ایجاد افکت فلیکرینگ میشه که همین الان دارین توی این صحنه میبینینش. خب حالا ما سه تا راه حل داریم برای اینکه توی فیلممون فلیکرینگ نداشته باشیم. راه حل اول اینه که سرعت شاتر و فریم ریت دوربینتون رو انقدر تغییر بدید تا دقیقاً با اون پالس های منابع نور سینک بشه. روش دوم، منابع نوری حرفه‌ای بخرید که حالا اصطلاحا بهش میگن فلیکر فری، که دیگه فرقی نمیکنه شما روی چه سرعت شاتر و فریم ریتی دوربینتون رو تنظیم کرد باشید، در هر صورت فلیکر نداره. و یه راه حل سومی هم وجود داره که اصلا توصیه نمی‌کنم و اونم درست کردن فلیکر توی نرم افزار هست. مثلا خود پریمیر یه ابزار برای ریموف کردن فلیکر داره، ولی تا اونجایی که خودم تجربه کردم اصلا چیز به درد بخوری نیست. اگرم بخواید برید دنبال پلاگین‌های دیگه، مثلا من یادم یه پلاگینی خیلی وقت پیش پیدا کرده بودم، این قیمتش حدود $800 بود، نمیدونم کرک شد یا نه بالاخره، ولی توی نرم افزار درست کردن فلیکر خیلی کار ساده ای نیست. بنابراین خیلی راحت میتونید سرعت شاتر و فریم ریت دوربینتون رو عوض بکنید یا اینکه از منابع نوری نسبتاً حرفه‌ای تری استفاده بکنید. امیدوارم که فیلم‌های بدون فلیکری رو داشته باشید. من محمد رضا صادقی هستم و اسم هنریم رضا صادقی.